با سلام، تماشاگر همگام با انتخابات از تلویزیونی یک هستید. ویژه برنامه انتخابات 93 که موارد مهم انتخاباتی جریان هفته را به بحث و گفتگو میگیرد. در این برنامه بازخوانی روزنامه های افغانستان و جهان، مرور وبسایت های خبری و همچنان تماس با خبرنگاران ما در سطح کشور و همچنان گفتگویی در موارد مختلف خواهیم داشت. و اما در این برنامه با من بانو گلالای اچکزای، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات هستند که در مورد رفتن انتخابات به دور دوم و همچنان ایجاد 2518 محل تازه که در مناطق مختلف افغانستان قرار است ایجاد شود به بحث و گفتگو میپردازیم. و در آغاز میریم به بابک با مرور روزنامه های خارجی. سپاس گزارستم جمال. روزنامه های خارجی هم امروز وضعیت زنها را و به خصوص وضعیت زنها در حکومت بعدی میان بررسی کردن که از نشریه دیپلمات آغاز میکنیم. نشریه دیپلمات می نویسد رئیس جمهور بعدی افغانستان قطعا یک مرد خواهد بود، اما بخشی از آینده آن را زنان این کشور رقم خواهند زد. مقاله نویس نوشته است که پس از سرنگونی رژیم طالبان در 12 سال گذشته، زنان نقش فعال را در دولت افغانستان و جامعه مدنی ایفا کردند. زنان در پهلوی حضور در مجلس، در معاملات بازرگانی، حقوق، ورزش، موسیقی هم نقش دارند و بیشتر از هر وقت دیگر آنها الگوی برای نسل جوان دختران افغانستان هستند. در این مقاله نشریه دیپلمات آمده است که هرچند بسیاری از زنان در افغانستان وضع خراب به سر میبرند، اما همه زنان این کشور قربانیان ناتوان نیستند. در ادامه میخوانیم که با وجود اینکه زنان در افغانستان به خاطر به چالش کشیدن نقش های جنسیتی ثابت در یک جامعه سنتی مورد آزار و تهدید قرار می گیرند، آنان در حال رسیدن به موقعیت های رهبری و قدرت هستند. در پایان نشریه یک نتیجه گیری دارد که می نویسد نتیجه گیری مقاله هم این که با وجود چالش ها، خطرات و حملات هدفمند یک چیز روشن است. هیچ کدام از رهبران زن حاضر نیستند بگذارند که دستاورد های زنان به برباد برود. حال برنامه را واگذار می کنم به همکارم جمال ناصر. سپاسگزارم. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان طی یک گزارشی گفته که در 779 محل رایدهی در افغانستان صندوق‌ها بدون حضور مشاهدین و ناظرین پر شدند و تقلب گسترده‌ای در کار بوده است. در پیوند به همین قضایا، کمیسیون مستقل انتخابات همچنان دست به یک اقدام بی‌سابقه زده و 5338 کارمند خود را قرار است از وظایفشان سبکدوش بکنند. و در همین رابطه گزارشی داریم از بشیر احمد قاسانی، میبینیم و بعد از این گزارش با گفتگو در این مورد با بانو گلالای اچکزای میپردازیم. کمبود برگه های رایدهی در دور نخست انتخابات و از سوی هم اجازه ندادن به مشاهدان فیفا ارتباط مستقیم با تقلب داشته است. آنچه که یافته های فیفا یا نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نشان میدهد. در گزارش فیفا آمده است که در مجموع 779 محل با کمبود برگه های رایدهی روبرو شده بودند. برگه های 592 محل پیش از چاش تمام شده بود. در 298 محل هم اجازه نظارت به مشاهدان فیفا داده نشده بود. از 518 محل هم گزارش پرشدن غیرقانونی صندوق ها رسیده است. فیفا پس از بررسی و تحلیل این داده ها 77 محل را شناسایی نموده است که در آن کمبود برگه های رایدهی ارتباط مستقیم با پر کردن غیر قانونی صندوق ها داشته است. یک تعداد محل ها بعد از ظهر و یک تعدادش هم قبل از ظهر که ما به نظر ما وقتی که قبل از ظهر در 4 ساعت یا 3.5 ساعت یا 3 ساعت وقت برگه ها تمام میشه، اونجا احتمال تقلب وجود داره که باید بیشتر بررسی شود. کمبود برگه های رایدهی بیشتر در ولایت های کابل، هرات، بغلان، پکتیا، قندهار، غور، سمنگان، بامیان، غزنی، بدخشان و بلخ رخ داده است. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات برای جلوگیری از تکرار شدن این دشواری در دور دوم انتخابات، البته آنچه که در گزارش فیفا آمده 2518 محل را در سرتاسر کشور تازه ایجاد میکند. در مجموع ما از 2518 محل افزود شده 251 محل را متوجه شدیم که در مراکز این محل ها در نظر گرفته شده که قبلا این مشکلات وجود داشتن. یعنی در مجموع 42% مجموع محل های جدید را تشکیل میده. اما کمیسیون مستقل انتخابات این موضوع را نه رد میکند و نه تایید. ایجاد محل های جدید در مناطق پرجمعیت
ایجاد کمیته مشترک از دو کمیسیون های انتخاباتی، افشای فهرست مرکزهایی که بسته شدند و اجازه دادن به مشاهدان برای نظارت از روند انتخابات پیشنهادهایی بود که برای جلوگیری از تکرار این کاستی ها در دور دوم انتخابات از سوی فیفا ارائه شده است. بانو اچکزای، شما گزارش را دیدین و جزئیات تقلب و تخطی های صورت گرفته در سرتاسر افغانستان که در برخی ولایت ها نام گرفته شد ارائه شد. شما چقدر با این گزارش موافق هستین و یافته های کمیسیون مستقل انتخابات چقدر تطابق داره با این گزارش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خود احترامات خدا به شما و به بیننده‌های عزیز تلویزیون یک تقدیم میکنم. در مورد تقلب، همان قسمی که در گزارش هست درست است، ولی با کم تغییر ما میخواییم که بگویم که ما محلات را که در او تقلب صورت گرفته بود واضح ساختیم و بر ملت عزیز خود ای را افشا کردیم و ما مصمم هستیم در سرامی پروسه کار میشه. کارمندای ما که در تقلب دست داشته تعدادشان تقریبا به 5338 نفر میرسه که ما اونا را از کار برکنار کرده و در لیست سیاه اونا را قرار میتیم و برالاوی از او اونا اگر در سرش ثابت شود با اسناد ممکن است که مورد پیگرد قانون هم قرار بگیرند. بانوان چکزه، 20 روز دیگر تا برگزاری انتخابات دور دوم باقی مانده و حالا کمیسیون تا هنوز اقدام به سبکدوش کردن این 5338 کارمند نکرده. بله نخیر، ما مطمئن هستم که اینا سبکدوش میشن و به جایش پروسه جریان داره. کار در سرش جریان داره. میاله ما سیویایی را که قبلا جمع‌آوری کرده بودیم در دور اول تقرر از اینا جریان داره و میاله پس به جای امو کسایی که متعهد هستن و اونایی که کار شایسته انجام میتن به جایشان قرار میگیرن و انشالله که ما یک انتخابات شفاف و شفافتر از دور اول شاید داشته باشیم. این کارمندان کار تمام میشن؟ تا چه وقته؟ یعنی تنها با سبک دو شدن این 5338 نفر کار شما تمام میشه؟ در اگر ما میخواییم که چون خود پروسه انتخابات پروسه ملی هست، همه ملت و هر کس بر زرم خود و بر در موقعیت خود و در موقف خود این مسئولیت داره که باید از شفافیتش دفاع بکنه و اقدام بکنه. اولین چیزی که به نظر ما بسیار مهم است ناظرین هست که ناظرین و مشاهدین که فیفا و تیفا هستن، اونایی که از طرف جامعه جهانی اونا فن میگیرن و حمایت میشن، اونا باید مکلفیت خود با ما همون قسمی که لازم هست و ادعاهایی که دارن امور رقم انجام بدن. همچنان ما برای کاندید صاحبای محترم جلسه داشتیم، جلسات خود ادامه میتیم تا وقت انتخابات. ما اگر اجازه بدین که ما امیر سوال شما را پوره جواب بگویم، ما تا بال 50,000 نفر ناظرین خود کاندید صاحبا را ما کارت آماده داریم و اگر اونا به هر مقدار از ما کارت خواسته باشند در مورد ناظرین ما برشان ارائه میکنیم. مشخصا اشاره ما به کارمندانی که از کمیسیون مستقل انتخابات سبک دوش میشوند است خانم اچکزای. بله. اینها کسانی هستند که تقلب گسترده را مرتکب شدند در انتخابات. غیر از اینها افراد دیگه هم همچنان هستند. حالا به نهادهای عدلی و قضایی چه تعداد این افراد معرفی خواهند شد و به مجازات خواهند رسید؟ تعدادی که در سرش ثابت شود با اسناد داشته باشه. یعنی شما در پایان نتیجه گیری از کارتان هستید تا به حال مشخص نشده که چند نفر جرم سنگین دارن؟ بدون اسناد نمیشه که اونا را دستگیر بکنیم. این پروسه در سر تا سر کشور جریان داره و امیال به سرش کار میشه و در اونا سبکدوش شدن و سبکدوش میشن. اگر کسایی که مانده باشن به جایش کسای دیگه قرار میگیرن. اما اونا اگر
خطر دیگر برگزاری انتخابات دور دوم از در پیش دارین؟ تمام تمرکزتان به بررسی کارکرد و جرایم این افراد باشد؟ کار کمیسیون چگونه پیش خواهد رفت؟ ما به اساس تقویم خود تمام کارهای خود به اساس تقویم خود پیش میبریم. انتقال مواد هست به مراکز و انتقال مواد هست از مراکز به محلات و به ولسوالی ها. این کارها هم جریان داره و تا وقتی که همچنان مبارزات شما در جریان هستین که مبارزات خود کاندیدای با هم در جریان هست و تا وقت ما تمام کارهای خود به اساس تقویم، ما هیچ از تقویم خود پس نماندیم. مسئله مهم دیگر که باعث نگرانی هستی است که 5338 نفر یک رقم درشتی از کارمندان کمیسیون هستند که حذف صلاحیت یا سلب صلاحیت میشن. حالا شما در ظرف این 20 روز باقی مانده چگونه میتونین خلایی که با رفتن این کارمندان به وجود میاد پر کنین؟ ما مسئولین خود ولایت خواستیم در هفته گذشته با اونا باز هم جلسه داشتیم و ترینینگ داشتیم. 2-3 روز اونا را باز هم ترین دادیم و از اونا تعهد گرفتیم که و همچنان اونا را مسئول دانستیم که همه مسئولیت به دوش شما هست و از شما در قدم اول پرسان میشه که هر تخلف، تقلب و کمی و کاستی که در روند انتخابات به وجود میاد شما مسئول درجه یک هستین. یک قدم بود و قدم دیگه ای است که ما همچنان پروگرام آگاهی عامه خود باز پس کسایی نو که گرفته میشه ترینینگ از اونا و همچنان آموزش از اونا در جریان هست و امیال در سرش کار صورت میگیره و آغاز شده این پروسه. ما تا وقت انتخابات انشالله که به همه کارهای خود میرسیم و از تقویم خود پس نمیم. طرز العملی که برای استخدام این کارمندان به زودترین فرصت بدست گرفته باشین آماده است؟ بله، ما اموک سیویایی که قبلا در دوره اول گرفته بودیم اونو کسای شایستی که بودن اونا لیاقت و شایستگی ازیر داشتن ولی ما نتوانستیم اونا را استخدام بکنیم. از اموک کسا ما پس استخدام میکنیم و او کسا به کار خود آغاز میکنه. و حالا برمیگردیم به ولایت هرات با همکار ما فرهاد جویا. سلام فرهاد، مردم چقدر برای رفتن به دور دوم انتخابات آمادگی دارند و چقدر بین مردم کار صورت گرفته تا انگیزه بیشتر برای رفتن به پای صندوق‌های رأی دوباره تازه شود؟ به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان و همچنان مهمان برنامه. خب یگانه مسئله ای که از رفتن مردم از رفتن به پای صندوق‌های رأی باز می‌دارم مسئله ناامنی هست. شما شاهد هستین که در این اواخر یک سلسله ناامنی‌ها در هرات زیاد شده، از اگر از ترورها بگیم ترورهای شخصیت‌ها زیاد شده و همچنان جمعه گذشته شما شاهد بودین که حمله بسیار سرده و وسیع انتحاری مهاجمان انتحاری به کنسولگری هندوستان در هرات. خب این مسائل یک سلسله تشویش در ذهن مردم ایجاد میکنه ولی باز هم رسانه ها و ارگان هایی که زیراب در پروسه انتخابات هستند کارهای خود جریان میتن و همچنان مردم میگن که اگر هر قدر ناامنی باشه و مشکلات باشه به خاطر بیرون رفتن از وضعیت کنونی کشور ما پای صندوق های رای میرن و روی هم رفته یک شروع هیجان مردم دارن که رای بدن و واکنش ها در پیوند به کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای ناظر در مجموع چی است در هرات؟ مردم نگران هستند. نگرانیشان ایست که این بار هم کمیسیون انتخابات نتانه هماهنگی درست میان خود کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایات ایجاد بکنه که این میتونه که رأی مردم از زیر سوال ببره. طوری که شما قبلا در دور اول دیدین که 100 هزار رأی مردم هرات باطل اعلان شد. او هم خب باز بعد از رسیدگی ها دیده شد که نه، موضوع چنین نبوده. علمی مسئله عدم هماهنگی که در دور اول وجود داشت این بار هم تشویش مردم در زمینه هست. بله، و همچنان موضوعات ناامنی در آستانه برگزاری انتخابات چقدر تانسته برای روحی مردم تأثیر گذار باشه و تحلیل هایی که در اونجا جریان داره حکایت از چی میکنن؟ اگر ما آماری صحبت بکنیم در حدود 40% یا 45% مردم
علاقهشون نسبت به اشتراک در انتخابات کمتر هست، به خاطر ای که دو گزینه هست، یکی ای که مسئله امنیت هست، از ناامنی هایی که اخیر در هرات شده شدیدن هراسان هستن، و یکی مسئله عدم اعتمادشان سر کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایت. و در مجموع باز 50% مردم علاقمند هستند به خاطر از ای که از این وضعیت کنونی بیرون بشن، میگن رای میدیم و شخص مورد نظر خود انتخاب میکنه. سپاسگزارم. همکار ما فرهاد جویا از ولایت هرات بود. بانو اچکزای، قسمی که فرهاد گفت در هرات بی‌باوری و به اعتباری نسبت به کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت وجود داره، این بی‌باوری ها ناشی از چی است؟ اما قسمی که آقای فرهاد به شما جواب داد، امنیت چالش بزرگ هست در برابر انتخابات. با آن هم که ارگان های امنیتی بر ما اطمینان میتن که ما تدابیر خود گرفتیم و ما کوشش بر ای داریم که ما باز هم مانند دور اول انتخابات همو قسمی که مردم حماسه آفریدن، این بار هم به مو شور و شوق مردم بیاین به پای صندوق های رای و اطمینان میتن بر ما از امنیت. اما ما و شما که میبینیم حوادثی که صورت میگیره و واقعاتی که پیش میشه، این مربوط به کمیسیون نمیشه، این مربوط به ارگانهای امنیتی هست و مردم در کشور ما هست. کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات است، چنانچه 100,000 رای قرنطین شد یا بررسی شد یا رسیدگی شد یا باطل اعلام شد. به هر حال این موضوعاتی هست که هم اعتماد کمیسیون ها را در بین مردم کاهش داده. درست است که ما این را میپذیریم که هم کارمند کمیسیون مکلفیتش است و رول مهم داره در برگزاری انتخابات، کارمندایش مسئول است، خود کمیسیون در مجموع مسئول است، ولی در تامین امنیت ارگانهای امنیتی و ای که روحیه بته بر مردم که اونا بین به پای صندوقهای رای، این چالش های امنیتی باید وجود نداشته باشه. و همچنان خود ناظرین، وجود ناظرین و مشاهدین رول بسیار مهم داره که در جلوگیری از تخلف و تقلب بسیار مهم هستن که اونا اگر کار خود صادقانه انجام بتن به محلات دوردست برن و امنیت کافی وجود داشته باشد تا اونا بتانن که به هر محل و به محلات دوردست و صعب العبور هم اونا برن و نظارت خوب داشته باشن و همچنان یک مورد دیگر که کار مثبت انجام بتن. خوابات گفت که در محلات و مراکزی که ناظرین نامزدان ریاست جمهوری رفته نمیتوانند یا نظارت کرده نمیتوانند، حق شکایت را نخواهند داشت. با توجه به اینکه ناامنی هم در افغانستان هست، این حق را شما چگونه و بر اساس چه قانونی از نامزدان گرفته؟ اگر اونا هر حق در صورتی که اثبات شوه و اونا دلایل قرائن را ارائه بکنن بدون دلیل و بدون شواهد و بدون اسناد، ما هیچ کس نمیتونیم که یا دستگیر بکنیم یا مورد پیگیری قانون قرار بگیره و یا هم او را به سزای اعمالش برسانیم. در صورتی که مستند باشه و اسناد به ما ارائه شوه، از هر کسی که باشه، هر کسی که در روند انتخابات اونجا ناظر رفتن نتانه و مشاهدین حضور نداشته باشن، بنابر ناامنی و کارت های رای دهی و برگه های رای دهی هم فرستاده شده، اما تقلب صورت میگیره. ما مشکل داریم در مورد تامین امنیت، اما ایره من خودم هم شاهد بودم، حتی روز انتخابات دور اول که به لیسه حبیبی هم ما میرفتیم و ما خودم محل زنانه را افتتاح میکردم، خود مسئول ولایتی کابل را حتی مسئولین امنیتی نمیگذاشت، گفت چی میزد، صدای شیشته بود که مسئولین امنیتی قدر در تامین امنیت کوشا بودن که حراس از هر کس داشتن، ولو که او کارمند خود کمیسیون هم بود. ما مشکلات داریم، ای واضح هست، از امی کشور هستیم، مشکلات خود ما میفهمیم که ما دچار چی رقم مشکلات هستیم. با این رقم مشکلات باعث نگرانی ستادهای انتخاباتی نامزدان شده است که 2518 محل را که قرار است در دور دوم
ایجاد شود و شکایت های مبنی بر کمبود اوراق رایدهی وجود داشت. با توجه به این موضوعات شما 2518 محل را در این دور از انتخابات قرار است ایجاد بکنین. این محلات بیشتر در کدام مناطق افغانستان است؟ در حالی که ادعای ستادهای نامزدانی است که این محلات در مناطق نوامن کشور ایجاد میشند که اونجا احتمال تقلب بسیار بزرگ وجود. ما در این مورد مفصل بر شما جواب ارائه میکنم. اول در محلاتی که در دور اول اون محلات به صفت محلات احتیاطی بر ما وجود داشت با ما بود که محلات احتیاطی است. اگر احیانا اوراق کم میشه اونا محلات احتیاطی هستند که ما دیسی محل دیگر ایجاد میکنیم. در اون محلات میال محلات اصلی حساب میشه. یکی یک پروسس. در قدم دوم ما در دور دوم 5% محلات در هر ولایت اضافه کردیم. در هر ولایت ما 5% محلات اضافه کردیم. معیار برای این اضافه کردن ها چی بوده؟ معیار امی هست که اوراق که ادعا شد که اوراق کم شد و مردم در صف ایستاد بود. در سر تا سر افغانستان این مشکل وجود داشت که شما 5% تکمیل بکنم امی جواب قبلی شما را که قدم دوم ما ای است که 5% ما محلات اضافه میکنیم و همچنان افزایش محلات رایدهی که در دور اول بنابر دلایل اوراق ادعا داشتن که کم شده ما به اونجا هم 5% امو کمبود از اونا رو پورا میکنیم و 5% محلات احتیاطی رو باز هم در هر ولایت و در هر محل اضافه میکنیم. اما در برخی ولایت ها این مشکل وجود نداشت. شما چرا در اون ولایت هایی که اوراق رایدهی کمبود نکرده بود و محلات کافی بودن باز هم 5% افزوده شده؟ ما و شما دیدیم که ولو که اوراق ساعت 8 بجه هم به کمیسیون و به خود رئیس کمیسیون از ولایت بلخ تلفن میشه ساعت 8 بجه صبح که مسئول ولایتی دمی تریننگی که ما خواسته بودیم اینا را خواستیم او امی حرف مفصل با ما در میان گذاشت که بر ما تلفن شد ساعت 8 بجه 8 و نیم بجه که در این فلانه محل اوراق کم بوده. اما اونجا یک آدم قوی رفته بوده و او هشدار میداد که باید به فلانه کس داده شوه و مردم تهدید میکرد. بنا به او دلایل مسئول ما این بار برای مسئولین خود گفتیم که این خبر کم بود اگر احیانا میشه. اول خب ما تدابیر جدی گرفتیم و هیچ امکان نداره که اوراق کم شود. اما احیانا اگر کدام مشکل به وجود می آید و هر حرفی که داشته باشیم ما باید از مسئول خود بشنویم، نه از این که هر کس و این آن بر ما بگه. سپاسگزارم از شما. و حالا برمیگردیم به خودت بابک. حالا چه مواردی است که خودت ارائه بکنیم؟ روزنامه داخلی هم جمال مسئله گزارش فیفا را مورد بررسی قرار دادن که از روزنامه ماندگار آغاز میکنه. روزنامه ماندگار تحت عنوان 42% محلات در مناطق باز میشوند که صندوق های غیر قانونی پر شده بود. مینویسد بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که انتخابات 16 حمل را نظارت کرده میگوید که 42% از محلات رایدهی قرار است جدیداً ایجاد گردد. در مناطقی است که در دور اول صندوق‌ها به صورت غیرقانونی پر شده بودند. مسئولین این نهاد ناظر انتخاباتی روز یکشنبه با نشر گزارش گفتند که در انتخابات 16 حمل در همین مناطق به ناظران و مشاهدان اجازه نظارت از روند انتخابات داده نشده است. کمیسیون انتخابات گفته که 3500 محل جدید رایدهی را در دور دوم انتخابات ایجاد می‌کند. روزنامه در ادامه می‌نویسد محمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات روز یکشنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت که ادعای ممانعت از ورود ناظران در مراکز انتخاباتی نیست درست نیست. فکر نمی کنم که هیچ محدودیتی برای اشتراک آنها در کمیسیون باشد، چرا که تمام کارهای کمیسیون باید شفاف باشد و پوشیده و پنهان نباشد و آنها همیشه اجازه داده شده تا از تمام پروسه از نزدیک نظارت کنند. نشریه در پایان می نویسد همچنان نهاد فیفا دریافته است که 779 محل رایدهی ورقهای رای تمام شده و مردم از رایدهی محروم شدند. این نهاد از کمیسیون انتخابات خواسته تا در دور دوم انتخابات محلات رایدهی را طوری تنظیم کنند که مردم از رایدهی محروم نشوند. روزنامه بعدی روزنامه 8 صبح است. 8 صبح تحت عنوان اینی که نیازی به صدور فرمان نیست خود اقدام کنید می نویسد
کمیسیون مستقل انتخابات دیروز از رئیس جمهور کرزی خواست فرمان جدید صادر کند و به مقام های حکومتی حکم کند که در روند انتخابات مداخله نکنند. به نظر نمی رسد که این خواست کمیسیون مستقل انتخابات موجه باشد. اصلا نیازی به فرمان نیست. قانون انتخابات و قانون اساسی حکم می کند که هیچ مرجع و مقام حق مداخله را در انتخابات ندارد. آقای کرزی قبلا در این مورد فرمان داده بود و اصلا نیازی به فرمان جدید نیست. روزنامه در ادامه می نویسد رئیس جمهور کرزی پیش از این گفته بود که هر نامزد در درون حکومت نفوذ دارد. این نشان می دهد که آقای کرزی می داند چه کسی به کدام نامزد وابسته است و آیا در روند انتخابات مداخله می کند یا نه. رئیس جمهور کرزی به عنوان حافظ قانون اساسی و مرجع تطبیق کننده قانون باید نظارت جدی بر بلند پایگانی که به نامزدان وابسته اند اعمال کند و جلوی هر نوع قانون شکنی، خودسری و مداخله در انتخابات را بگیرد. روزنامه در پایان می نویسد تقاضاهای پی در پی کمیسیون انتخابات از آقای کرزی و قاطع بودن مقام های آن همه را نسبت به استقلال کمیسیون مستقل انتخابات مظنون می سازد. کمیسیون مستقل انتخابات با اعمال قاطعیت، افشا سازی چهره ها و مقام های مداخله گر نشان بدهد که بر اصل استقلال این کمیسیون وفادار است و زیر بار هیچ نوع فشار نمی رود. حال برنامه را واگذار می کنم به همکارم جمال ناصر. سپاسگزارم. بانو هچکزای، ادعای دیگر که فیفا بالای کمیسیون مستقل انتخابات داشته ای است که 42% محلاتی که تازه میخواهند ایجاد شوند در سراسر افغانستان از 2518 محل در همین 779 محلی که در دور اول تقلب بسیار بزرگ صورت گرفته قرار است ایجاد شود در همین محلات، در همین ولایت ها. این موضوع را شما چقدر میپذیرین؟ ما این موضوع را نمیپذیریم. ما بر شما مفصل گفتم که ما محلات به می سه کاتگوری که ما بر شما ارائه کردم به اساس ما در همه ولایات و در همه مراکز و در همه محلات افزوده شده، نه ای که ما بر محلاتی که تقلب صورت گرفت. این حالا فیفا این گزارش را نشر کرده بر اساس یک تحقیقات. کارکرد بعدی شما و تصمیم بعدی شما، واکنش شما در برابر فیفا چی خواهد بود؟ اونها این گزارش را نشر کردند و این ادعا را انجام دادند. ای در سطح گزارش است و ما به حقایق متیقن هستم و چیزی که حقیقت است به او متیقن هستم و چیزی که حقایق هیچگاه نمیخوایم که از مردم پنهان بوده باشه. اما ادعای دیگه هم که ما در اون مورد هم باز اگر شما سوال داشته باشین ما نظر خود ارائه میکنم، ولی امو کتگوریایی را که ما بر شما ارائه کردم به امو اساس همه ولایت در نظر گرفته شده، مشخص نشده که در اینجا تقلب صورت گرفته. هیچگاه کمیسیون و اعضای کمیسیون به ذرت تخلف و تقلب و عدم شفافیت اجازه نمیده و اجازه نخواهد. اتهامی را که بالای کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشه میتونه ابراز بکنه و بر رسانه ها بکشانه. شما چه واکنشی در پیوند به این گزارش در حالی که بر اساس یک تقسیم بندی این محلات صورت گرفته که ایجاد میشه، اما فیفا ادعا میکنه 42% در اون محلاتی که قبلا تقلب صورت گرفته ایجاد میشه، اینا اسنادش بر ما ارائه بکنه که ما در کدام محلات بوده و اسنادش بر ما بیاره. اگر مستند بود و اسناد دقیق در اون مورد موجود بود ما میپذیریم، ولی اگر در سطح ادعا باشه و ادعای هم که پذیرفته نشود دیگه ما چیزی گفتن نمیکنم. شما فهرست کارمندان حکومت را که در تقلب دست داشتند و تخطی های انتخاباتی دست داشتند برای رئیس جمهور فرستادین، آیا اصولا ایجاب میکرد که شما برای رئیس جمهور بفرستین یا به نهادهای عدلی و قضایی؟ ما خودم متعقین به کار کمیسیونی هستم، اما این موردی که امیال در روزنامه چاپ شده کار کمیسیون نبوده و نه به کمیسیون کدام لیست ارائه شده و نه اعضای کمیسیون. این که اگر آقای نورستانی لیست ارائه کرده و یا میگه که چنین لیست هست، از این لیست ما آگاهی ندارم، چون من متعقین به کار کمیسیون هستم و اعضای دیگه کمیسیون و جز از آقای نورستانی اگر امیر ارائه کرده باشه و یا ادعا میکنه ما آگاهی ندارم. سوال ما ای است که کارمندان
حکومتی که در انتخابات دور قبلی دست داشتند، والیها، رئیسها یا کارمندان پایین رتبه حکومت که یک ارقام در یک کنفرانس روز گذشته شما ارائه کردین و فهرست از اینها را برای برکناری از وظایفشان از وظایف دولتی برای رئیس جمهور فرستادین، آیا بر اساس قانون انتخابات یا قانون مربوط به انتخابات ای برای رئیس جمهور فرستاده شد یا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شد؟ من در همین مورد با شما صحبت میکنم. ما همین کنفرانسی را که آقای نورستانی داشتن این موارد با در کمیسیون در جمع اعضا مطرح نشده و اعضای کمیسیون از این اطلاع داره. مک با کارم کمیسیونی به شما گفتم که با کار کمیسیونی من متعقی نزم که کار کمیسیونی باید شود، نه کاری که به سلیقه کسی باشه. ولی ایره اظهار میکنم که بارها رئیس جمهور که ما امرایشان صحبت داشتیم، اونا تاکید به این کردن که هیچگاه شما اجازه نتین و اگر والی و یا کسی به شما زنگ میزنه تلفن به سرشان قطع بکنید و اونا نه خودشان متداخله کردن و نه اما اگر ما مستند پیدا بکنیم تقاضای ما به اجازه شما، ما تقاضا میکنم از همه ملت غیور خود و از وزیر سایبا، از کابینه ریاست جمهوری فیلی و همچنان از والی سایبا و از همه قماندانای امنیه هر کس که هستن در روند و شفافیت نیک خوب و انتخابات کمک بکنن و بگذارن که مردم برن و رای خود رای حقیقی خود واقعی خود استعمال بکنن. سپاسگزارم از شما بانو گلالای اچکزای کمیسیون مستقل انتخابات از اینکه به بحث حاضر شدین و سپاسگزارم از خودت بابک از همراهی شما بینندگان عزیز که تا این دم ما را دنبال کردین. تشکر میکنیم. خدا نگهدارتون.